5 نهاد سازمان ملل متحد از ایران خواستند به آزار راحله راحمی پور پایان دهند و او را آزاد کنند. خانم راحمی پور در تلاش است تا برادرزاده‌اش را که در سال 1363 در زندان اوین به دنیا آمده بیابد. برادر خانم راحمی پور به نام حسین راحمی پور از اعضای سازمان راه کارگر و زندانی زمان شاه بود که در سال 1362 با همسرش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای راحمی پور تنها 6 ماه پس از به دنیا آمدن کودکشان در زندان اوین به دار آویخته شد. فرزند او را نیز در 14 روزگی از مادر جدا کردند و تا به امروز خبری از سرنوشت فرزند آنها گلرو راحمی پور در دست نیست. راحله راحمی پور که در همان زندانی که برادر و فرزند برادرش ناپدید شدند مورد بازجویی های طولانی قرار گرفت، قرار است روز 23 آذر توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شود. نهادهای سازمان ملل در بیانیه مطبوعاتی میگویند که ما نگران هستیم که روند پرونده قضایی علیه خانم راحمی پور به دلیل فعالیت های حقوق بشری که او برای یافتن بستگانش انجام میدهد او را با رفتارهای انتقام جویانه مقام های ایرانی مواجه سازد. در اینجا رها بحرینی پژوهشگر مسائل حقوق بشر ایران در سازمان عفو بین الملل مهمان برنامه این وقت ما هستند. با سلام به شما خانم بحرینی، میخواستم ببینم چه دلایلی ممکنه وجود داشته باشه که دولت نخواد بگه که سرنوشت نوزاد حسینی راحمی پور که الان دیگه باید 32 ساله باشه چی شده و با او چه کردن؟ متاسفانه پنهان نگه داشتن سرنوشت کسانی که در دهه 60 اعدام شدند یا سربنیز شدند سابقه طولانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران داره و با وجود گذشت 3 دهه از اعدام هزاران زندانی در ایران، مقامات ایران نه تنها تلاشی برای تحقیق و روشنسازی در مورد جنایت‌های مرتکب شده در دهه 60 برنمی دارند، بلکه کسانی که در حوزه دادخواهی و حقیقت طلبی فعالیت می‌کنند رو هم به انواع مختلف مورد فشار و آزار و پیگیری‌های قضایی قرار میدن و خانم راحله رحیمی پور تازه‌ترین قربانی این اقدامات غیرقانونی هستند و پیش از این هم افراد دیگری مثل منصور بهکیش که به دلیل فعالیت‌های دادخواهیش در مورد بستگانش که در دهه 60 اعدام شدن یا مریم اکبری منفرد که با ثبت شکایتی در دادستانی تهران در مورد محل دفن و سرنوشت خواهر و برادران اعدام شدهش در دهه 60 پیگیری کردن مورد اقدامات تلافی جویانه قرار گرفتن و نگرانی سازمان ملل هم در همین رابطه است و الان زمان این فرا رسیده که با گذشت 3 دهه مقامات قضایی ایران تلاش‌های موثری رو در رسیدگی به درخواست حقیقت طلبی و دادخواهی که روز به روز از سوی خانوادگان بستگان سربنیز شدگان مطرح میشه بردار. خب خانم بحرینی، برای این عمل عملاً چه کار میتونه بکنه سازمان ملل که ایران به خواستهاش عمل بکنه در این رابطه؟ خب مسئله خانم راحله رحیم پور در کارگروه ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل مورد پیگیری قرار گرفته و همین کارگروه از اوایل سال 95 درخواست روشن شدن سرنوشت نوزاد گلرو و همچنین پدرش رو از مقامات ایران کرده و الان هم در واکنش به این کارزار تعقیب و تهدید راحله رحیم پور این هشدار رو در قالب یک بیانیه صادر کرده و از مقامات قضایی ایران خواسته که به جای ارعاب و تهدید درخواست‌های مشروع خانم راحله رحیم پور رو پیگیری بکنن و مهمتر از اون که این بیانیه نه تنها توسط کارگروه ناپدید شدگان سازمان ملل بلکه توسط کار گزارشگر ویژه دیگه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر حق آزادی تجمعات و گزارشگر ویژه کشور ایران خانم آسمه این هم مرسی خانم رها بحرینی پژوهشگر مسائل حقوق بشر ایران در سازمان عفو بین الملل.